درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی وان. در خدمت شما هستیم با توضیحاتی در مورد دانلود برنامه به اچ ام آی سری پی ام ویو. خب خیلی سریع میریم سراغ توضیحات. معمولا دوستان مشکلی که دارن روی این کدی هستش که اینجا وجود داره. ببینید توی سایت پی ال سی وان اگر دوستان تشریف ببرن در قسمت دانلود نرم افزارهای شرکت سرمید اچ ام آی ما مدل های مختلف نرم افزار رو گذاشتیم، ورژن های مختلف مثل سری پی ام، سری پی ای که شما سری در واقع پی ام دیزاینر رو باید به اصطلاح دانلود بکنی. هر کدوم از این نرم افزار ها رو که شما باز بکنید که ورژن های مختلف شما اینجا گذاشتیم، من قسمت پایین یه سری هایی رو براتون نوشتم، مثلا سری پی ای، پی کا، پی ال و همینطور توی مدل های دیگه به همین صورت پی تی یا مدل ها رو شما میتونید اینجا ببینید. خب مشکلی که دوستان این دارن این هستش که اینجا نوشته سری پی ام، بعد میان اینجا توی به اصطلاح نرم افزاری که تو سایت پی ال سی وان هست نگاه میکنن میگن سری پی ام نیست. ببین این مخفف در واقع این پی امی که اینجا وجود داره مخفف پارس مکاترونیک هستش، یعنی ام برای این هستش و یک حرف اضافه هستش، در صورتی که این مدل این اچ ام آی در واقع هم پی تی هستش. یعنی شما این ام رو اصلا در نظر نگیرید، این سری پی ام وی که شما دارین استفاده میکنین این ام رو در نظر نگیرید، پس سری این در واقع اچ ام آی میشه پی تی. بعد دوباره حالا با این علم اگر من بیام توی سایت ببین این مدل الان پی تی رو ما اینجا داریم، پس اچ ام آی های شما سری پی ام نیست، اشتباه دوستان هستش، سری پی تیه، PT070. حالا میاد توی سایت نگاه میکنی کدوم ورژن سری PT رو پشتیبانی میکنه و اونو دانلود میکنه. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم ما نرم افزار رو نصب کردیم، نرم افزار PM Designer هست، من نیو میذارم، یه اسمی براش در نظر میگیرم، مثلا تست، نیکس، خب میگه تست میگه هست، مثلا من میذارم تست 2، نیکس میزنم، 7 اینچه، مدل HMI که من اینجا دارم چی الان؟ PMT070 که اگر اینو من بخوام حذفش بکنم میشه PT070. خب اینجا چون 7 اینچه میام اینجا PT070 رو انتخاب میکنم، پس این میشه مدل HMI هم. دقت کنید که من با اون M کاری ندارم، Next میزنم. اینجا فرض رو برای میگیرین که مدل کنترلری که میخوام انتخاب بکنم همونطور که در تصویر میبینید دلتا هستش. خب من اینجا میام دلتا رو انتخاب میکنم، چون پی ال سی من 14SS2 هست، اینجا از این قسمت 14SS2 رو انتخاب میکنم، نیکس، تنظیمات 9600 هفت ایون 1 اسکی هستش و استیشن آدرس منم 1ه، فینیش و اینجا محیط برنامه رو داریم. میام توی پی ال سی دلتا یه برنامه مینویسم، میگم مثلا لود کن مموری مثلا 1 LD مموری 1013 که میخوام چشمک بزنم، اوت کن وای 1 رو. خب این برنامه رو من سیو میکنم دسکتاپ، کامپایلش میکنم و دانلود میکنم روی سخت افزار. درسته؟ وقتی که دانلود شد ببینید من یه بار دیگه دانلود رو میزنم، بعد از اینکه دانلود شد اگر من حالت آنلاین رو در نظر بگیرم، اگر اینجا MSF رو ست آن بکنم شما اون گوشه تصویر میتونید ببینید که YSF داره فعال و غیر فعال میشه. خب اینو من دارم از روی به اصطلاح نرم افزار WPSoft این کار دارم انجام میدم. من میخوام این کار رو بیام از روی PM Designer اینجا بیام یه مموری در نظر بگیرم. خب قبلش اگر روی خود تصویر من توضیح بدم، ببینید این قسمت سوکت نارنجی که پاورش هست با این کاری نداریم، اینجا که لن حالا بسته به مدل شما میتونه لن داشته باشه یا نه، اینجا کام 1.3 هست که اینجا شما میتونید از 6.1 به عنوان 485 یا 2.3 و 5 میتونید برای 232 استفاده کنید، که من این سوکت رو اومدم از 6.1 استفاده کردم و وصلش کردم به این قسمت پایین 6.1 در به اصطلاح مصاد منفی 485 پی ال سی دلتای خودم. اینم کابل پرینتر هستش که میخوام از این طریق برنامه رو دانلود بکنیم. اینجا کام 2 هم داریم و فعلا با این یو اس بی و کام 2 کاری نداریم. خب من برنامه رو میارم اینجا و یه دونه باتون میذارم خیلی سریع،
خب آدرسش رو میذارم، چون دلتا انتخاب کردیم دیگه خودش قبول میکنه. قرار شد که M1 انتخاب بکنیم، M1، بعد نوعش هم اینورت میذارم که برعکس بشه، یعنی هی مدام آن آف بشه. حالا اگر خواستیم توی لیبل اینجا تکسی که اینجا وجود داره اگر اشتباه نکنم اینجا، اگر خواستیم میتونین اندازه فونت رو تغییر بدین. یه بار دیگه، خب برای حالت آن هم به همین صورت اگر خواستیم میتونین اندازه فونت رو تغییر بدین. خب الان چی شد؟ حالت 0 شد این، حالت 1 شد این. حالا برای حالت لیبل توی حالت آن میتونین اینجا رنگش هم تغییر بدین که مشخص بشه که این فعال شده. خب این همین برای یه دونه در واقع بیت لامپ هم میارم برای فعال شدن و نشون دادن اون وایه یکه. اینم به همین صورت مقدارش رو میذارم وایه یک، تا اینجا که چیز خاصی نداره وایه یک. و لیبلش رو میتونیم اسمش رو مثلا فارسی کنیم، اینجا آن آف مثلا بنویسیم موتور روشن خاموش، و اینجا میتونیم تکسش رو تغییر بدیم و رنگش هم مثلا برای حالت یک من میذارم آبی. خب یعنی الان صفر که باشیم اینجوری آن آف، هم یه ذره به این صورت، یک که باشه به این صورت. خب این که چیز خاصی نداره، من سیوش میکنم، حالا کامپایلش میکنم ببینم مشکلی داره یا نه، و بعد برنامه رو دانلود میکنم. ببین من گزینه دانلود رو که میزنم با اینکه USB و کابل پرینتر من که توی این عکس اینه دیگه، این یه طرفش USB مربع، یه طرفش هم USB معمولی مثل اینه، میبینید که اینجا غیر فعاله. دلیلش چیه؟ میام توی دیوایس منیجر، پس یکی از اشتباهاتی که خیلی دوستان دارن بحث مدله که گفتیم. مشکل مهمتر اینجا معمولا دوستان این مشکل رو دارن که ببینید این نئو HMI رو اینجا نشناخته. برای اینکه مطمئن بشین که پیدا بکنید کابل USB شما کدومه، من اینو که میکنم شما میبینید که USBه این نئو HMI به صورت پاک میشه. خب دوباره ظاهر میشه، من وصل کردم، اینو باید آپدیتش بکنم. چجوری رو آپدیت میکنه؟ اینجا رو خوب دقت داشته باشن دوستان. آپدیت درایور رو میذارن، نیاز به یک نرم افزاری که از اینترنت دانلود بکنین نداره، فقط به مسیر نصب نرم افزار ما میریم. ببین الان مثلا نرم افزاری که ما اینجا داریم، خب اینجا که USB غیر فعاله، مثلا ورژنی که ما داریم الان 2.1.9.93. شما حالا به فراخور نیازتون و اینکه مدلتون کدوم هستش میان نرم افزارتون از اینجا دانلود میکنید، یا حالا از سایت سرمیت یا هر جای دیگه. و بعد اینجا من توی دیوایس منیجر میام مسیر نصب نرم افزار رو بهش میدم، کلیک راس میکنید، اول پیدا میکنید توی قسمت other device که کدوم با علامت زرد رنگ update driver، و مسیر نصب نرم افزار رو بهش میدی. کجا میشه؟ میشه C، درسته؟ program file، اینجا program file. بعد میاد نرم افزار ما PM designer اسمش دیگه، میام اینجا PM designer ورژن، حالا اگر چند تا ورژن نصب کرده باشه همه ورژن اینجا، اون ورژنی که این مدل رو داره. با درایور کاری نداریم، یه پوشه‌ای داره به نام USB. USB رو انتخاب میکنی، حالا بسته به این که ویندوزتون 200 به اصطلاح 32 بیتی یا 64 بیتی، من چون ویندوزم 7 32 هست این مدل رو انتخاب میکنم، اوکی و نکس میزنم. ببین این حالت میاد اینجا ظاهر میشه. اگر هر پوشه‌ای غیر از این رو شما انتخاب بکنید، این گزینه براتون نمیاد. این سال رو میزنین که بیاد درایورش نصب بشه. به این نئو HMI زرد رنگ اینجا توجه بکنید، یه چند لحظه اجازه میدم که خب الان اوکی شد. ببینید اینجا دیگه از این قسمت other device میره، میاد توی قسمت universal serial bus connector. اینجا ما دیگه نئو HMI رو داریم. خب من یه بار دیگه میام توی نرم افزار PM designer، این گزینه ای که نوشته دانلود اینو انتخاب میکنم. این بار دیگه USB فعال شده، حالا USB فعال شده و گزینه استارت رو من اینجا میزنم. پس ببینید که دفعه اول داریم برنامه رو دانلود میکنیم یا دفعه چندم، ممکنه این خطایی که پر میشه متفاوت باشه. اجازه میدم که برنامه
کامل دانلود بشه. این تیکایی هم که اینجا اگر برنامه‌تون مثلا آلارم هیستوری داره یا بقیه گزینه‌ها رو میتونید براش انتخاب بکنید. اوکی رو میزنم، ران رو میزنم و اگر مشکل خاصی نباشه دیگه اینجا کامیونیکیشن ایرور رو نخواهم داشت. اگر سیمبندی و وایرینگ من که اینجا به کام در واقع چیز وصل شده، به کام دوی پی ال سی من وصل شده، اگر مشکلی نباشه اینجا من برنامه رو دارم. ببینید الان من اینجا ام 1 رو فعال میکنم، شما ببینید که داره وای 0 رو فعال و غیر فعال میکنه. هم روی چما شما این حالت رو میبینید، هم روی پی ال سی، و همین که اگر من بیام اینجا برنامه HMI رو ببخشید برنامه PLC رو آنلاین بکنم، ببینید شما رو برنامه PLC هم میبینید. یه بار دیگه ببینید الان هم برنامه PLC M1 غیر فعال شد، هم اینجا غیر فعال شد و هم اونجا دیگه Y1 فعال نمیشه. یه بار دیگه به این صورت داره سیستم کار میکنه. پس نکاتی که باید دقت کنید، اول اینکه اینجا من یه بار دیگه میگم این پی امی که نوشین، ام در واقع مخفف مکاترونیکه و به سفارش این شرکت زده شده و اینو شما باید بردارید. پس مدل اچ ام آی من میشه پی تی. بعد میایین توی حالا سایت پی ال سی وان یا هر سایت دیگه، مدلی که در واقع پی تی رو پشتیبانی بکنه رو میایین دانلود میکنید. بعد از اینکه نصب کردید، جلو شماره سریال هم داره، موقع نصب که توی پوشه هستش میتونید استفاده کنید. بعد از اینکه این کار انجام دادین، توی دیوایس منیجر کامپیوترتون اینجا تو منیجر میای نگاه میکنی ببینید که این نو اچمایه، حالا ممکنه به یه اسم دیگه باشه، آیا جزء علامت های آدر دیوایس به صورت زرد رنگ هستش یا نه نصب شده هستش. اگر نصب شده بود که خب هیچی، شما میتونید موقع نصب دانلود یو اس بی رو انتخاب بکنید. در غیر این صورت اگر اینجا بود کلیک راست میکنید و آپدیت درایور رو میزنید و مسیر نصب نرم افزار اون پوشه که یو اس بی داره و نوع ویندوزتون مشخصه رو بهش میگین تا آپدیت بشه بیاد توی در واقع قسمت درایورایی که به اصطلاح شناخته شده هستش. بعد که اینجا بیاین و گزینه دانلود رو بزنید، اینجا یو اس بی فعال میشه. روش این که چطور از طریق کام و حالا به صورت کام پورت سریال یا یو اس بی به سریال یا یو اس بی به آر اس 232 چطور برنامه رو دانلود بکنید، هم در ابتدای مجموعه پنل مستر سایت پی ال سی وان که به صورت رایگان در سایت موجوده، اونجا میتونید اون روش رو هم ببینید اگر خواستید استفاده بکنید. امیدوارم که به اصطلاح این فیلم آموزشی برای شما مفید بوده باشه. تا آموزش‌های بعدی همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. پیروز باشید.